خیری که بعد از آسمانی شدنش کارهای خیرش نمایان شد. اینجا زندان اوین. آقای فرهنگ سریعا به نگهبانی مراجعه کنید. قرار یک زندانی بعد از چندین ماه به لطف یک خیر جوان به آغوش خانواده برگرده. چه کسی الان زمینش رو فراهم کرده و کمک کرده که شما آزاد بشید؟ من اینجوری شنیدم هزینه آزادی منو یه دانشجو داده. پدری که قراره به زودی دخترش رو در آغوش بگیره. یه دختر 13 ساله دارم. اون طرفتر اما یک جوان خیر در گمنامی دست به جیب شده و با 3,400,000 تومان کاری میکنه کارستان. سه روز بعد اما یک خبر کوتاه دل همه رو جریحه دار میکنه. اتوبوس حامل دانشجویان واژگون میشه و یکی از جان باختگان همون خیریه که بانی آزادی این زندانی شده. اما خانواده از نیکوکاری فرزندشون سجاد پور احسان بیخبر بودن. من وقتی در ماشینشون رو باز کردم، پاکت های مدارک ماشینشون دیدم، اولین چیزی که برخورد کردم یه پاکت بود، یه زندانی بوده که ایشون رفته آزاد کرده. از این زندانی اطلاع نداشتم، ولی خب کارهای خیریه رو میگفتن که من یه مقدار از پولم رو مثلا برای کارهای خیریه میذارم. تنها چیزی هم که الان به ما آرامش میده همین حرکت‌های خوب پسرم. حالا قرار پدر به جای پسر سفیر کمک به آزادی زندانیان باشه. امیدوارم جرقه‌ای باشه، الگویی باشه برای تک تک نجوان‌ها که تمام انسان‌هایی که حتی سن بالا دارن که تو هر زمانی میشه کار مثبت و کار خیر رو خداپسندانه انجام بده.